صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین. در این لحظات برنامه هم مهمان خیلی عزیز و گرامی با ما وصل شدن روی خط اسکایپ، آقای مسعود اچکزای، فعال مدنی و اجتماعی از کشور کانادا که در رابطه با موضوع بسیار جالب میخواین صحبت بکنن. ای که موضوعشان چی است رویا برنامه میگن؟ بله، مهمان عزیز را با خود میداشته باشیم. از کشور کانادا قرار است که همراه ما وصل شوند از طریق اسکایپ و صحبت خوبشان در ارتباط با اصول روابط اجتماعی و آسیب اجتماعی میخوایم داشته باشیم. جناب آقای مسعود اچکزای، فعال اجتماعی و سیاسی، همین لحظه همراه ما وصل شدن. سلام و وقت بخیری برشان داریم. سلام آقای اچکزای، وقت شما بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. تشکر، سلام احترامات، درود و سلام احترامات به شما و به تمام همکاران عزیز شما و بسیار خوشحال هستم در برنامه صبح زندگی که یک بسیار برنامه جالب و دیدنی و بسیار عالی است. من بسیار خوشحال هستم، خرسند هستم که همراه شما هستم. شما زنده و سلامت باشین آقای اچکزای. تشکر از شما هم که دعوت ما رو پذیرفتین و وقتتون رو صرف برنامه ما کردین و می‌خوایم بیشتر در ارتباط با موضوع مهم صحبت های شما را داشته باشیم و می‌خوایم امروز کلا ما در برنامه در ارتباط با اصول روابط اجتماعی ما می‌خوایم صحبت های داشته باشیم. اول بیم بالای موضوع صحبت های شما را داشته باشیم که واقعا تاثیرات روابط اجتماعی خوب چقدر میتونه در زندگی ما مفید واقع شه، بعد میریم سر آسیب های اجتماعی که بعد گپ ها رو همراه شما ادامه میدیم. آقای اچکزای، در نخست در ارتباط با اصول روابط اجتماعی خوب صحبت های خوبتان رو همراه ما شریک بسازید. تشکر. آسیب های اجتماعی، اول سوال پیدا میشه که چی هست؟ آسیب های اجتماعی، یک مطالعات آسیب های اجتماعی را میکنه، مد نظر میگیره که به مثال دو نام برش دادن که یکی جرایم اجتماعی و دیگر ارگانیزم های بد اجتماع، که مثال هر آن چیزی که میتونه انجرهای اجتماع را نقص کنه او را آسیب های اجتماعی میگه، که چی چیزهایی میتونه درست و خوبتر اجتماع را بسازه. البته سواد کافی، روابط خانوادگی، بسیار چندین مثال های از محیط زیست که زندگی میکنه آدم سالم بودن از او، این چیزهایی است که در بخش اجتماع که ما زندگی میکنیم تاثیرات خود میداشته باشه. بله، بدون شک. خب حالا بیایم بالای نکات خیلی مهمی که میتونه زندگی ما را بهبود ببخشه، اصول و نکات خیلی مهمی که میتونه در روابط ما خوبتر تمام شوه، از شما میشنویم که کدام اصول ما باید حتما در نظر بگیریم آقای اچکزای. اصولایی که بسیار مهم است در جامعه یا در کشور یا در جایی که ما شما زندگی میکنیم، مراعات کردن قوانین اجتماع می باشه، یا مراعات کردن قوانین، میتونیم گفت مراعات کردن قوانین شهرزیستی می باشه که مسئولیت همه مردم و همه اجتماع یا جامعه می باشه. ما برای شما مثال بتم، خوبتر جامعه را یا کشور را از خود فکر کردن، مثل فامیل همزیست کردن، این بخش های کمک کردن برای کاریابی از بین بردن فقر، گرفتن جلوگیری از تمام این موضوعات که یادآوری شدم، بسیار بخش های بزرگ و کلان است که ما چند نکتهش به اشاره به شما داشتم. جلوگیری از این چیزها باعث بهبود فضای اجتماعی و یا هم اجتماع میشه. یعنی سطح بردن سواد، کسایی که برنامه ساز هستند، برنامه علمی زیادتر کمک میکنه که در بخش های اطلاعاتی و آگاهی عامه را در بر بگیره. برابر ساختن شرایط برای همگی به طور مکمل یکسان، روابط خوب خانوادگی که فامیلا میتونن، موضوع فامیلی یکی از بخش عمده که میتونه بازی کنه که اولاد خودانه یا
امو طفل خدا در جامعه از تعلیم و از چیزایی که برخوردار است همکاری کنه. آقای اچکزای، شما تحقیقاتی در راستای روابط اجتماعی خوب شما داشتین، چرا که خودتان به عنوان فعال اجتماعی هستین و شاید کارهای خیلی زیادی را در این راستا انجام دادین. چه فکر میکنین جامعه مثل افغانستان کدام آسیب ها تانسته بر روابط اجتماعیش ضرر برسانه؟ چه آسیب های اجتماعی را شما در افغانستان شاهدش بودین و چقدر در این راستا شما معلومات دارین؟ در افغانستان چیزایی که اگر از نظر اجتماعی بسیار واضح یا همتو کوتاهش ما بر شما خلاص بگویم او است که مثال ببینین شما در افغانستان آریسی ها و جشنهای آریسی که صورت میگیره بسیار قیمت بالا صورت میگیره، تویانه گزاف میگیرن که خودش باعث کمبودی یا عقب نشینی جوانا که نمیتونن از قدرت توانایی از او مصارف چی شوند برخوردار شوند، این را کمرنگ میسازه و در افغانستان بعض مسائل که قومی و بعض مسائل دیگر که دامن میزنن، اینی چیزهایی که از مثال کمبود سواد باید سطح سواد بالا بره، مردم کشور همکاری با یکی دیگه باید زیادتر بکنن که کمتر دیده میشه. این چیزهایی است که زیادتر ما دیدیم که در افغانستان باعث امو فضای مثلا فضای آلودگی در افغانستان نهایت زیاد است که خودش ضرر به فضای اجتماعی میرسانه. این مسائل است که میتونه خرابی به بار بیاره در اجتماع و بسیار زهری باشه، یا به اصطلاح انگلیسی امورا تاکسید سوشال ازش یاد میکنن. حالا نظر به تعریف و همچنان نظر به آسیب هایی که شما همراه ما شریک ساختین در ارتباط با اصول روابط اجتماعی، فکر میکنید راهکارهایی که بهتره مفیدتر واقع شود در این راستا چیا هست، بخصوص در جامعه مثل افغانستان که شاید اکثر وقتا ما شاهد روابط خوب اجتماعی نباشیم و ای که شاید بسیاری از موانع یا موارد دیده میشه که همین روابط اجتماعی خوب کاملا از ما گرفته، کدام راهکارا را شما توصیه میکنید با عنوان یک فعال اجتماعی؟ فقر، از بین بردن فقر، بازم تکرار میکنم بردن سطح دانش، سواد، کمک کردن فامیلا برای اولادایشان، این چیزایی است که با اضافه تر میسازه، خوبتر میسازه. همین مصارفی که ازش یاد کردم که در آریسیا یا بسیار مصارف گزاف میمانند که خود ازی باعث بسیار مشکلات های دیگه را بار به بار میاره، یعنی بسیار لیست کشالدار است، بسیار یک وقت زمان زیاد هم در بر داره، اما خلاص شد که میبینم او است که مردم باید از خود در قالب مسئولیت پذیر باشن که اینا کلش برش حساب میشه که ما بتانیم یک فضای خوب و اجتماع خوب برای ملت و کشور که جایی که زندگی میکنیم او را برابر کنیم. ساعت امروز در موقفی که ما قرار داریم امروز همه چیزهای موادی که ضرورت باشه برای کمک سطح بلند بردن سطح اجتماع ما امروز در دسترس داریم، تلاش کنیم باید است و از امو خوبی هایی که امروز برای ما 10 سال پیشتر نبود اما امروز در اختیار ماست از او سوی استفاده مثبت کنیم. بله دقیقا. آقای اچکزای، شما فعلا در کانادا زندگی میکنیم، بیاین تفاوت های روابط اجتماعی در افغانستان و دیگر ممالک کمی همراه ما شریک بسازیم که واقعا تفاوت ها در چی است؟ تفاوت ها در کانادا امروز یک مثال که من برای شما بتم، امی رعایت کردن قوانینی که از طرف وزارت صحت عامه برای امی ویروس کرونا داده شده بود، شما یقین کنین که در اینجا اونقدر مردم از
قوانین نمیترسه که یکی از دیگر میترسه و مراعات میکنه با احترام و با خود و با فامیل خود که کمتر ما در افغانستان میبینم. مسئولیت پذیریش هر فرد در مقابل جامعه که ما در کانادا هستیم، ما در افغانستان این مسئولیت پذیری را بسیار کم میبینیم. رسیدگی به یک دیگر در وقت مشکلات چی اقتصادی میباشه و چی صحی میباشه ما در این ممالک بیشتر میبینیم، اما متاسفانه در افغانستان کمتر میبینیم. از صحبت هایی که برای پیشتر براتون گفتم، تاکسید میباشه یا زهری میباشه، برای جامعه نقص میکنه، ضرر میرسانه، افکار فامیلا را جدا میسازه، جلوگیری از موت یک چیز مدهیج میبینم، اما متاسفانه کمتر در افغانستان میبینم. و روی از این چیزا است که تفاوتایی که شما از این سوال کردین زیادتر نمیرم، چون مردم افغانستان خدا نخواسته بازم روی من خیر نشن. خدا نکنه. بخیر باشین آقای ارچکزای، واقعا بسیار از مسئولیت هایی که بدوش ما هست ما شاید شانه خالی کردیم، شاید هم بدرستی انجام ندادیم، یا شاید هم نخواستیم، یا شاید هم فقط گفتیم مربوط مسئولین میشن و مسئولین باید انجام بدن. اما خوب است که در این راستا بازم ادامه صحبت هایتون داشته باشیم که واقعا به عنوان یک شهروند که در یک جامعه زندگی میکنیم، در کشور زندگی میکنیم، واقعا مسئولیت ایمانی و وجدانی ما در قبال جامعه و همشهریان ما چی ها میتونه باشه. درست فرمودین و دقیق فرمودین، خوبتر و آلاتر از من که شما ایره مطرح کردین که مسئولیت همگیست. وقتی که همگی مسئولیت پذیر میشه، ظاهرا مملکت یا کشور یا محیط زیست ما رو به ترقی و آرامش و راحت نه تنها برای مردم، برای خود ما هم احساس شه، چی از نظر اقتصادی اجتماع باشه، چی از نظر اجتماعی اجتماع باشه و یا چی از نظر سی اجتماع باشه، که ما خود ما همه شاهد جنبه‌های تغییر مثبت در جامعه خود می باشیم. بدون شک یک موضوع خیلی مهم هم دیگه همین در نظر گرفتن روابط اجتماعی خوب است که ما در اکثر مواقع نخواستیم که انجام بدیم. متاسفانه این نخواستن ها چقدر به ضرر یک جامعه تمام بشه. آقای اچکزی، برای پیشتر تکرار، بازم تکرار میکنم، زهری است. شاید بعضی کسایی رو بسیار سطحی بگیرن، اما وقتی که مراعات نمیشه، یک فرد با یک مشکلات سردوچار شوه، به هر مشکلاتی که سردوچار میشه، او نواقصش برای یک جامعه یا برای یک عمو منطقه یا برای شهر یا برای ولایتی که زندگی میکنه، خواهی یا نخواهی عمو نواقصش چی میکنه، انتشار میکنه، اضافه میشه و بیشتر و بیشتر مردم در اون مشکلاتی که از آغشته میکنه. مثال مواد مخدر، دسترسی در مواد مخدر، اگر هر کس مسئولیت پذیر نباشد نکنه، نواقص مواد مخدر برای هموطن و همشهری خود ابلاغ نکنه و یا کمک های اولیه که ضرورت داشته در اوج صورت نگیره، یک چیز واضح است که جامعه را مثل یک زهر آلوده میسازه و از برآمدن از او بسیار بر آدم مشکل می باشه. بدون شک مثل از این میمونه که ما به دست خود بر خود ما مشکل ایجاد می کنیم و همچنان مشکلات رو بر خود ما زیادتر می سازیم و در بین مشکلات خود ما رو واقعا گم می کنیم و راه بر خود ما گمراه می سازیم، یعنی پیدایش نمی کنیم راه را. زنده سلامت باشین آقای مسعود اچکزی، پیام و گفتنی شما و شعاری که در این راستا همراه ما شریک می سازیم در راستای از اینکه ما چگونه روابط اجتماعی خوب داشته باشیم. مهربانی، یک هنرمند بسیار مشهور امریکاست، باب مارلی، میگه One Love. باید از عاشق یکی دیگه باشیم، امید و آرزوهای یکی دیگه را همکاری کنیم، رسیدگی به یکی دیگه کنیم، حسادت از شانه های خود دور کنیم. امو اصطلاح افغانی که میگن رقابت های ناسالم از بین ببریم، ای خود به خود اما افغانستان و مردم بسیار عزیز و زیبای ما را رویه بسیار خوب میده
و انشالله همگی خوش و خندان و آرام باشن و اینمی آرزوی همگی ماست. شما زنده و سلامت باشین. تشکر از حضورتان آقای اچکزایی. وقت خوش برتان میخواییم. خداوند یار نگهدارتان. تشکر. قربان شما. تشکر. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.